اما اینکه ما ریشه‌کن بیماری رو ریشه‌کن نمیشه کرد، کمان کم نشده دیگه. ببینید یه بیماری رو شما میدنید جایی که دیگه میاد. این یه واقع بینی مهمی است که خیال آدمی رو راحت میکنه. من سالها پیش، 30 سال پیش در عنوان از تاریخ بیاموزیم مقاله‌ای نوشتم. اینجا هم گاهی شاید خدمت شما عرض کردم که مرحوم استاد باستانی پاریزی که استاد تاریخ بود در دانشگاه تهران من رو دید و این مقاله رو خونده بود و به من خیلی آفرین گفت و محبت و کرامت کرد. بعد گفت من گفتم که شاگردان من، دانشجویان من مقاله تو رو بخونن. یک جلد از کتابش که تازه منتشر شده بود به من اهدا کرد. خدا رحمت کنه ایشان. حرف اصلی من تو مقاله این بود که ریشه کن کردن موقوف، همچه چیزی نمیشه. و دومم این که شیطان با قوت در کار است. و سوم این که بهترین جایی که میتوان آدمی رو شناخت تاریخ است. حتی روانشناسی و روانکاوی و غیره کافی نیست. به تاریخ آدمی و به کارنامه دراز مدت او باید مراجعه کرد، چون آدمیان در تاریخ خود رو مخفی نکردن. من ممکنه خودم رو یه عمر از شما مخفی کنم، یا شما از من، حتی خودم از طبیب خودم مخفی کنم، حتی خودم از خودم مخفی کنم، اینا همه میشه. اما این یک کار فردیست. آدمیان در طول تاریخ خودشون رو مخفی نکردن، بیرون ریختن، و همین تاریخ آدمی بهترین آینه است برای آدم شناسی. برای اینکه اصلا این چه جور موجودیه، این چه وجود پرگرهیه، واقعا چه وجود پرگرهیه. اون وقت بعضیا معتقد بودن که باید یه چیزایی رو ریشه کن کرد، بعضیا که واقع بین‌تر بودن معتقد بودن که نه. ببینید قرآن در مورد آدمی خیلی واقع بین است، همونطور که گفتم، میگه این سرشت کجیست، خلاصش آلوده است، ناخالصی و خوردشیشه زیاد داره. یادتون باشه آدمی این است، الا من عصم الله. مولانا